PatreonBoostFoundation.com. این برنامه برای ایجاد اتحاد و همبستگی بین هموطنان ایران دوست در سراسر جهان به ویژه ایران تقدیم به شما عزیزان می شود. This program is sponsored by IranDoostFoundation.com. درود فراوان، من دکتر جعفر شجره هستم. امیدوارم که هر کجای جهان که هستید صحیح و سالم باشید و دوباره تسلیت میگم به تمام جان باختگان در این انقلاب جدید بانوان ایران و مردم ایران. زنده باد تمام ایرانیان در سراسر جهان با این همتی که نشون دادن و همبستگی که ایجاد شده ما بین ما و ما توانستیم تا الان نشون بدیم که 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور یک پارچه شدن برای یک هدف. هدفم بیرون انداختن این رژیم خونخوار و این رژیمی که با جنایت‌هایی که انجام داده دیگه صدای تمام دنیا رو درآورده. تشکر می‌کنیم از یکایک که شما که دیروز به تظاهرات در سراسر دنیا آمدید، مخصوصا در الی بچه های سندیگو و اورنج کانتی و الی که سنگ تموم گشتن، تقریبا بیشتر از 30,000 نفر جمع شدن در پرشینگ سکویر. واقعا چه روزی بود که دیدید حیلاتشو. امروز برنامه ویژه گذاشتیم براتون. یکی از مهمترین چیزایی که بعد براتون صحبت کنم اینه که جو سیاسی آمریکا. خب صحبت های زیادی بوده درباره نایک، National Iranian American Council، و سیاست این سوانسو بنیاد نانپرافیتی که کمک بکنه که ایرانیان آمریکایی در آمریکا از منافع ایرانیان دفاع کنن. اما اشکالی که رخ داده اینجا اینه که نایک نه تنها دفاع نکرده از منافع شما، بلکه تنها گروهی که با دموکرات ها بیشتر کار میکنه و فقط هم دیپلماسی با ایران، با جمهوری اسلامی ایران میخواد، یعنی فقط میخواد با جمهوری اسلامی روابط خوبی داشته باشه آمریکا و باشون نگوشیت بکنه، سانکشن ها رو برداره و اون دیل نوکلیر اتمی، دیل اتمی ایران رو بتونه جلوشون نگیره، که اون کاری که اومد پرزیدنت ترامپ انجام داد و گفت این void and null، یعنی یه جوره قرارداد قطع کرد. نایک سال هاست داره این کارا رو انجام میده و ما متاسفانه خفته بودیم، خوابیده بودیم. یعنی الان با این حرکت عظیمی که اتفاق افتاده تمام ایرانی ها بیدار شدن و بالاخره به خودش اومدن نگاه کنن دور و بر ببینن چه اتفاقی داره رخ میده. الکشن هست، الکشن مید ترم هست، حواسون باید باشه. ایرانیان در ایران دارن میجنگن، ما دار باید در آمریکا بجنگیم. ما باید جلوی این نوع لابینگ رو بگیریم. نباید بذاریم یک ارگانیزیشن با استفاده کردن از این سیتیزنشیپ ما، یعنی ایرانیان امریکنز، یعنی ما اومدیم، البته ایرانی های اومدن خارج از کشور سیتیزن آمریکا شدن، یک کانستیتوشنال رایتی دارن که این کانستیتوشنال رایتشون، حقشون اینه که بتونن حرف خودشون رو در کنگره، در هاوس اف رپرزنتیتیو. کنگره دو تا برانچ داره، هاوس اف رپرزنتیتیو و سنا.
یک موقعی که در سپتامبر 13 این فاجعه رخ داد و جوان 22 ساله مهسا جان امینی جان خود را از دست داد با این رفتار چی بگم مثلا نمیشه کریمینال فاشیستی این جمهوری اسلامی و این جوان رو کشتن، اومد یک اکت نوشته شد به اسم مهسا امینی اکت. مهسا امینی اکت میگه که این چیزی که رو تصویر میبینید واشنگتن فری بیکن در باش نوشته This bill would sanction Iran's leaders for human rights crimes not human rights and crimes they committed. Not a single Democrat supported it. این اپرایزینگ در ایران اتفاق افتاد، این تمام این کتکایی که بچ مردم خودن، تمام این ایرانیایی که بهشون شلیک شد و جان خود دست دادن، صدها ایرانی جان خود دست دادن و یک دموکرات توی هاوس اف رپرزنتیتیو زیر اینو امضا نکرد، حتی یک دموکرات. چرا؟ این اکت، مهسا امینی اکت، اگه برید نگاه کنین آنلاین چند تا ریپابلیکن اینو به هاوس اف رپرزنتیتیو معرفی کردن و هاوس اف رپرزنتیتیو اینو گذاشت برای رأی و سپانسرشپ، ولی هیچ کنوم از این دموکرات ها رأی ندادن، اینکلودینگ کیتی پورتر. کیتی پورتر کیه؟ کیتی پورتر همونطور که میبینید یک کانگرس وومن کالیفرنیا دیستریکت 47، کالیفرنیا 47 دیستریکت هست که از هانینگتون میچ تا لوگونا هیلز این کانگرسمن کاور میکنه. کیتی پورتر has been strong advocate for NIAC action legislative priorities. این action packet NIAC این نوشته شده با NIACaction.org and endorsement of 2022. Katie Porter for Congress endorsed شده با NIAC. توجه بکنه این endorsement NIAC رو داره. National Iran American Council. یعنی چی؟ برای چی امضا نمی‌کنی مهسا امینی اکت رو؟ خانم کیتی پورتر، من می‌خوام اینو بدونم. چرا امضا نمی‌کنی؟ حالا پرزیدنت بایدن هفته پیش اومد توی ایرواین ولی کالج و ساپورت کرد این کاندیدای رو که دوباره ریلکت بشه. کانگرسمن دوباره ریلکت بشه. یعنی چی؟ یعنی در اصل یه جورایی اینطور که به نظر میاد پرزیدنت بایدن هم با دموکرات و با این سیستم موافقه. در این صورت یه جورایی میشه گفت نایک در اصل خیلی خوب رخنه کرده در کانگرس آمریکا و داره قشنگ به نفع جمهوری اسلامی لابی میکنه. حالا بعضی میخوام بگن خب نایک داره برای منفعت مردم کار میکنه، ولی الان دیگه دیدیم با این رژیم هیچ نوع دیپلماسی، هیچ نوع صحبتی نمیشه کرد، جایی برای این رژیم نمونده. مردم مخصوصا دهه 70 دهه 80 این دولت رو نمیخوان، همون آزادی رو میخوان که جوانای دیگه در دنیا دارن. در این صورت نگوشیت کردن با این دولت، ساختن با این دولت، برداشتن سانکشن، تنها کاری که میکنه فشار از رو دولت برمیداره و پولدارترها پولدارتر میشن و کسایی که فقیر هستن تو فقر زندگی میکنن و حتی زیر فقر زندگی میکنن، 70% از ایرانی ها زیر فقر زندگی میکنن. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ تو کجای دنیا یک رژیم تونسته این چنان ضربه بزنه به یک کشوری؟ با این رژیم باید نگوشیت کرد، دیپلماسی، مینیمم اینوالومنت با یو اس and maximum benefit for Iranians. این حرفیه که نایک سالها زده، این حرفیه که سالها اینا لابی کردن. من از 2004 2005 توی
واشنگتن گفتم یک دسکی داشتیم در کانگره آمریکا همون نزدیک هاوس آف رپرزنتیتیو و سنا، ما اکسس داشتیم به تمام خبرهای روزمره و اتفاقی که در کانگره میفته. مصاحبه مختلفی داشتم با کانگرسمن ها و سناتور ها. گفتم اینا قبلا، هم دوباره تکرار میکنم، تنها گروهی که اینا میشناختن که با جمهوری اسلامی همکاری میکنه نایک بود، تنها گروهی هم که بر ضدشون لابی میکرد امیکی بود. به غیر از این دوتا که گروه های دیگه مخالف جمهوری اسلامی بودن اما قدرت لابینگ رو نداشتن و هنوز ندارن. از سابجکت دور نشین، الیکشن نزدیک. من میخوام اینو به زبان انگلیسی هم بگم، در این صورت سعی میکنم در چند لحظه آینده این فارسی شو تموم کنم که بریم به صورت انگلیسیش. الیکشن میدترم 17 روز دیگه است. اگر رجستر نکردین حتما رجستر کنید که آنلاین بتونین. فردا ددلاین آنلاین رجستریشن و ووتینگ هست. ولی اگر پکت رو رسیف کردین، پکت رو میتونید با خودتون ببرید و روز ووت بدید. آقایی به اسم سکات باک، ایشون داره بر علیه کیدی پورتر ریپابلیکن هستن و دارن ران میکنن. این فلایر رو بذاریم. سکات باک، بله، سکات stands with Iranian Americans، یعنی ما با ایرانی آمریکایی هستیم. Scott is running for California's 47th congressional district. یعنی این برای دیستریکت 47 کالیفرنیا داره ران میکنه، همون دیستریکتی که خانم کیلی پورتر الان کانگرس وومنش هست. Scott condemns the government of Iran. یعنی با دولت ایران مخالفه. Scott supports human rights for Iran. یعنی حق بشر. Freedom for Iran. یعنی آزادی برای ایران. Fair government for Iran. یعنی گورنمنتی که برای مردم باشه. We cannot support a deal with Ayatollah. یعنی هیچ نوع دیلی با آیت الله ما نمیبندیم. در این صورت indirectly منظورش رژیم چینج هست. حالا اینو هر جوری میخواد شما بخواید اینترپرت بکنید، معنیش کنید، اینه. Just please join for meet and greet with Iranian American October 24th. فردا بین ساعت 5 تا 7 RSVP at this address. همین دیگه دیدید؟ این شخص آقای سکات با یک بیزنسمن بوده و نشون داده که ساکسسفول بوده، یک دلال در لا انفورسمنت بودن و نشون دادن بکراندشون فقط برای مردمشون هستن. میخوان کرایم و موقعی توی لا انفورسمنت بودن کرایم و دزدی و مواد مخدر رو از ببخشید این تلفن من رو اینترنته و یکی داشت زنگ میزد، متاسفانه امیدوارم دوباره زنگ نزنه. این جناب آقای سکات آ هست که دارید میبینید و running for US Congress against Katie Porter. من اگه جای شما بودم، اگه به رجستر ووتر هستین، حتما برای سکات ووت میدادم. برای اینکه مستقیما نوشته که هدفش چی هست و میخواد چی کار برای ما ایرانی ها انجام بده. و این در دیروز در تظاهرات داونتاون داشت مدام پخش میشد و ببخشید این یک اوکی سو همینطور میبینید ما امروز برنامه‌مون برای اینه، برای اینه که هموطنان عزیز، از همینجا بهتون میخوام بگم اگر شما ایرانی آمریکایی هستید در دیستریکت 47 زندگی میکنید، این هانینگتون میشه لاگونا هیلز یا دیستریکت های دیگه، هر کاندیدایی که نایک اسپانسر شده ما پیدا میکنیم، از طریق همین رسانه به شما میگیم، در وبسایت پارس میذاریم، در وبسایت خودم ایران دوست فاندیشن میذارم،
ایران دوست فاندیشن درست شده برای حمایت و جلوگیری از سوء استفاده شدن کردن از ایرانیان در آمریکا و ایرانیان در ایران. ما فقط منفعت شما هموطنان رو میخوایم. ما فقط منفعت ایرانیان عزیزمون رو تو ایران میخوایم. ما نمیذاریم دیگه کسی پا روی منفعت و منافع ایران بذاره. هر نوع منفعتی در هر جای دنیا، هر گروهی، هر سازمانی بخواد بر علیه ایران یا بخواد نقشه بکشه که این هدف ما رو از راه به در بکنه، من شخصا و این سازمان و این تلویزیون در مقابلش کمپین خواهد داشت، نخواهیم گذاشت که منفعت شما، این خونهایی که ریخته شده در این 5 هفته گذشته، این ضربه‌ای که به شما خورده، این زحماتی که شما در ایران توی خیابونا میکشید هدر بره. نخواهیم گذاشت. این 8 میلیون خارج از کشور یک اتحادی ایجاد شده و 80 میلیون داخل از کشور. بعضیا میگن 40 میلیونشون خیلی پرتن، ده 40 یا ده 50 یا ده 60 یا نیستن توی باغ، یعنی نمیان همکاری کنن. میان به موقعش میان، ولی جوانای ما ده 70 ده 80 تا ده 90 یا باور نکردنیه. بچهای 10 12 ساله دارن میان تو خیابون شعار میدن، دارن میان خیابون به حرف خودشونو میزنن، حرف دلشون میزنن. دخترهای کوچیک 10-12 ساله روسریشون رو برمیدارن. تا حالا ندیدیم همچین حرکتی جلوش نمیشه ایستاد، نخواهد باستاد. ما نخواهیم گذاشت. در این صورت این برنامه ویژه امروز درباره چند تا چیز بود. یکی این که مهسا امینی اکت هست که کانگره، که هاوس آف رپرزنتیتیو هنوز هیچ سپورتی از کانگره گرفته نشده، به خاطر اینکه دموکرات‌ها اصلا یک کدومشون هم به این رأی ندادن. Unbelievable. و ما بیایم به دموکرات‌ها رأی بدیم؟ 17 روز دیگه الیکشن میدترمه. خواهش میکنم برای که خیلی راحت بشه، میدونین دموکرات پارتی اصلا با ما نیست، حداقل بیاین به ریپابلیکن پارتی رأی بدیم. نمیخوام از ماهی گرد آب بگیریم، اما دیگه جایی نمونده. تا حالا من هیچ ریپابلیکنی ندیدم که بیاد بر علیه مهسا امینی اکت حرف بزنه. البته اگه باشه پیداش میکنیم، با اونم صحبت خواهیم کرد. ولی اماکنون دارین درباره کیدی پورتر صحبت میکنیم. دوباره بذارین. نایک سپانسر کندیدی. این کانگرس وومن سپانسر با نایک. نایک هم که همطور که فهمیدیم از اول پرو اسلامیک ریپابلیک بوده، یعنی برای منافع جمهوری اسلامی فعالیت داشته، در واشنگتن لابی کرده. پولاش از کجا اومده؟ میگن از ایران امریکن کامیدی داره میاد و ما با مدرک، ما که نه، خیلی با مدرک اینا دارن ثابت میکنن دیگه، لازم نیست ما اونو ثابت کنیم. تو اینترنت نگاه کنید، تو اینستاگرام نگاه کنید، افشاگری های زیادی درباره نایک هست که روی اصلیشو نشون داده. حالا اومدن وبسایت خودشون عوض کردن و تمام تفاصیل، تمام جهت حرفاشون عوض کردن و حتی اومدن میگن ما با مردم ایرانیم، دولت هم میخوایم عوض بشه، اما نمیخوایم هیچ کشوری، آمریکا مخصوصا، دخالت بکنه به این کار. خب من میخوام ببینم کدوم کشور، هیچ کشوری دخالت نکنه، چطوری مردم میتونن با بدون اسلحه، بدون با سنگ و با آتیش زدن لاستیک و الان هم که تمام زباله ها رو برداشتن، کانتینر های زباله ها رو برداشتن که اونا هم نتونه استفاده کنن برای شیلد، برای دفاع از خودشون، نمیرن خونه ها مردم همتون میگیرن ارست میکنن. چجوری بعد این بچه ها به جنگن با این سیستم، با این اتوفنگ و گوله و تانک و تو؟ anyhow ببینید، این از این بعد گفتم حداقل در اورنج کانتی ما میخوام بگیم اگر شما ایران امریکن هستین، ووتر هستین، خواهش میکنم برید به اسکات باک رای بدید. این شخص Scott Bok stands with Iranian Americans. Scott Bok is running for California's 47th congressional district. Scott condemns the government of Iran. Scott supports human rights for Iran, freedom for Iran,
for a government for Iran. And he says he cannot support a deal with Ayatollahs. Join him tomorrow. Meet and greet with Iranian Americans and Scott, October 24th, 5 p.m. to 7 p.m. RSVP, timothy@balkforcongress.com. این اعلامیه رو براتون اعلام کردم و همینطور که دیدید دیگه ما وقت نداریم، 17 روز بیشتر نمونده. خواهش میکنم اگر رجستر نکردید رجستر کنید و برید رای بدید به سکات باک و اسمای کسانی دیگه ای که بر علیه دموکرات ها ران میکنن، این دموکرات هایی که نمیخوان با ایرانی ها باشن. منتون دیدید پرزیدنت بایدن هم هر سدنش واقعا به نظر من اصلا ارزشی اونقدر نداشت. قبل از اینکه برنامه تموم بشه خواهم یه لحظه از یکایی که شما که برنامه نگاه میکنید بگم دوباره برید در چشاتون رو ببندید، مجسم بکنید، آرزو بکنید، مجسم کنید آینده ایران آزاد، مجسم بکنید ایرانی که از سراسر دنیا میان به میان توریست ها قسمت های مختلفش رو میبینن، پولایی که این توریست ها میتونن بیان ایران از تاریخ ایران دیدار کنن، از تخت جمشید، از پرسپولیس، از اصفهان، از شیراز، جاهای دیدنی، دریاچه خزر، خلیج فارس، جزیره کیش و با استفاده کردن منافع ایران به نفع مردم ایران، با استفاده کردن از نفت ایران، گاز ایران، مس ایران و و و این پولو در کشور خودمون نگه داشتیم بداریم و با این پول مردم عزیزمون، مردمی که زجر کشیدن 43 سال و با این دولت ساختن، حق اوناست، حق اوناست الان که بیان از این منافع استفاده کنن، زندگی خودشون دوباره بسازن. 43 سال زجر، 43 سال فقر، 43 سال خفگی. ما در آمریکا ما آرامش رو خودمون داریم، خدا رو شکر خودمون رو تونستیم به حدی برسونیم که ما خیلی ریلکس هستیم. خیلی متاسفیم که شما گرفتار این رژیم شدیم. ما از اونجا در رفتیم، اومدیم برای خودمون یه آینده اینجا ساختیم، ولی شما الان کلید آزادی، کلید آیندهتون دست خودتونه. هیچ کشوری، هیچ دولتی، هیچ شخصی به غیر از خودتون نمیتونه کمک کنه. همینجا که هم بسته شدید بیشتر هم بسته بشید، لیدرهای خودتون رو پیدا کنید، اون شخصیت هایی که میدونید واقعا ایران دوست هستن در ایران رو پیدا کنید، جمع شید، یک کانستیتوشن جدید برای خودتون بنویسید. ما هم اینجا قول میدیم از همین طریق، از همین شبکه تلویزیون پارس، از کاری که الان داریم اینجا انجام میدیم، با جمع شدن با هم فکری ایران و ایرانمون رو بسازیم، با امید آزادی ایران، با امید سربلندی ایران و با امید آینده بهتر برای یکایک که شما جوانان دهه 70، دهه 80، دهه 90. ما عاشق شما هستیم، ما منتظریم ببینیم چپتر بعدی کجا خواهد رفت. تا اونجا که بتونیم در خدمت شما هستیم، از خارج از کشور همبسته و یک پارچه و یک صدا، زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی، زنده باد ایران، زنده باد جوانان ایران. کلید دست شماست، باز کنید، در آزادی براتون باز میشه. با امید دیدار رای بدید در نوامبر و نذارید دموکرات ها دوباره صندلی کنگره را پر کنن تا بتونیم مهسا امینی اکت و اکت های دیگه ای که حرکت های دیگه ای که برای منفعت ایران هست به کرسی بشینیم. خدا نگهدار. این برنامه
برای ایجاد اتحاد و همبستگی بین هموطنان ایران دوست در سراسر جهان به ویژه ایران تقدیم به شما عزیزان می شود. This program is sponsored by IranDoost Foundation.com.